محمد نادری پور دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشکده مهندسی سیرجان بعد از خارج شدن از جلسه امتحان و سوار شدن به خودروی شخصیش توسط افراد لباس شخصی ربوده شد. من دانشجوی دانشگاه زاهدانم. همون شب طبق معمول با تلفن همراه برادرم محمد تماس گرفتم. اما محمد گوشی رو بر نمی داشت. روز بعد باز هم تلاش کردم. اما باز موفق نشدم. عجیب بود. تا بال هیچ وقت نشده بود که محمد جواب نده. خیلی نگران شدم. یعنی چه اتفاقی براش افتاده؟ در حالی که دل تو دلم نبود، موضوع رو به پدر و مادرم اطلاع دادم. الو، مادر؟ ۴۸ ساعت بعد، جسد محمد در خودروی خودش در گوشه ای از شهرستان سیرجان پیدا شد. خودرو همان خودرو بود. همه چیز دست نخورده بود و چیزی به سرقت نرفته بود. قاتل‌ها روکش لاستیکی فرمان و دنده خودرو را برداشته بودند تا از خود اثر انگشت باقی نگذارند. کاملا روشن بود که انگیزه قتل سیاسی بوده است. پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی و کاربرد شفافی، علت قتل ضربه محکم به پشت سر اعلام شد. پس از آن اداره آگاهی شهرستان سیرجان از خانواده نادری پور خواست تا فوراً جسد را دفن کنند. جسد محمد رو قبل از کالبد شکافی و دفن دیدم. حتی پیراهنش پاره هم نشده بود. و این نشون میداد که محمد در برابر قاتلان فرصت دفاع از خودش رو نداشته. بعد از کالبد شکافی، ماموران انتظامی قبل از اینکه جسد او رو تحویل بدن، لباس‌ها و پتوی روی جسد رو سوزوندن تا اثری به جا نمونه و هر ردی پاک بشه. محمد از جوانای سالم و با صداقت روستا و دانشجویان خوشنام و متعهد دانشکده مهندسی سیرجان بود. اون با هیچ کس مشکل و ندایی نداشت، نه خودش و نه خانواده‌اش. ولی توی روزهای تظاهرات و قیام آخر خرداد، بکیر سر از پا نمی‌شناخت. عوض شده بود. چقدر جاش خالیه. چقدر دلم براش تنگ شده. محمد رو در زادگاهش روستای خبر از توابع بافت سیرجان به خاک سپردیم. توی مراسم عده‌ای لباس شخصی و افراد مشکوک و ناشناس نیروهای امنیتی اومده بودن تا اوضاع رو از نزدیک کنترل کنن. حتی از پیکرهای بیجان شهدای قیام خلق نیز می‌ترسند. از حضور مردم می‌ترسند. از خشم به جان آمدگان می هراسند و بر خود می لرزند.